حالا که دیگه فصل تابستان به سر رسیده و تب مسافرت ها و سیر و سیاحت ها فروکش میکنه، فرصت خوبی برای هتلداران و صاحبان مسافرخانه ها و رستوران های بین راه و شهرستان ها که در این زمانی که تا عید سرشون خلوت تره، یه مقدار در مورد سرویس دهیشون به مردم و مراجعه کنندگان تجدید نظر کنن و وسایل و امکاناتی فراهم بیارن که آسایش و امنیت مسافران رو بیش از گذشته تامین کنه و مطمئن باشن که وقتی که مسافر در رستوران، مسافرخانه یا هتلی احساس راحتی بکنه، در مورد غذای اونجا خیالش راحت باشه و بدون نرخ‌ها هم عادلانه و منصفانه است، خلاصه اینکه اونجا اعتماد پیدا کنه، هم کسب شما پر رونق‌تر میشه و هم نظر مسافران تامین میشه. اینجا کیه؟ بحبه، سلام قربان، بفرمایید، خوش آمدید، قدمتون روی چش، بفرمایید قربان، خواهش میکنم. متشکرم. من برای یک هفته استراحت به این منطقه اومدم، دیدم روی تابلوی شما نوشته مهمانخانه مدرن. بله. با خودم گفتم اینجا همون جاییه که من دنبالش هستم. بله البته، این یکی از هتل‌های مدرن این حوالیه و شاید هم تنها هتل مدرن، چون بقیه اسمشون هتل گلپونه، نعناپونه یا هتل چمن راه راه و از اینجور چیزات قربان. البته در بین راه اونا رو دیدم. ولی میدونید من دوست دارم در این یک هفته در یک محیط آرام و کاملا مجهز. مطمئن باشید قربان که هتل ما از هر نظر عالیه. قربان چه دندر واسه تشویر تو بفرمایید. میخواید اتاقای ما رو نشونتون بدم؟ ببینم شما اصلا اتاق میخواید یا سویت یا ویلای دوبلکس، کدومش شما؟ بنده یک اتاق میخوام با حمام خیلی تمیز. بله. راستی وضع غذاتون چطوره؟ وضع غذا عالیه قربان، ولی از حمام هتل بگم براتون. ما برای مسافرین عزیزمون یه حمام عالی و مجهز درست کردیم که میتونم همین الان شما رو به اونجا راهنمایی کنم. بفرمایید از این پله ها بیام بالا. یعنی باید از این نردبون بیام بالا؟ بله، از این قربان، پله هاش محکمه. باشه اومدم. بفرمایید. ولی این نردبون به هتل شیک شما نمیخوره ها قربان. نردبون آخرین مدل معماری در جهانه. الان تمام کاخهای مدرن جهان دیگه پله نمیذارن، از نردبون استفاده میکنن. بفرمایید از نردبون بالا. بله، مثل اینکه داره زیر پامو میشکنه. نه نمیشه. بیا بالا. داره جرق میکنه انگار. این موزیک متن نردبون قربان چه صدا. دیدی آخرش شکست. اگه دستمو به این نرده نگرفته بودم الان نقش زمین بودم. اوه پام گیر کرده این بالا. آقا نگران نباشید قربان، الان با اره درستش میکنم. چی میخوای پای من اره کنی؟ ببین اول سعی میکنم چوبار اره کنم، ولی اگه نشد مجبورم پاتون اره کنم قربان. نخیر، لازم نیست، خودم به هر جون کندنی که باشه درش میارم. آی خدا مردم. بله تموم گوشت و پوست پام کنده شد. جونتون سلامت باشه، به هتل مدرن ما خوش آمدید. خدا را شد که کلتون تو پله ها گیر نکرد قربان. بفرمایید از این طرف. حالا بفرمایید از این طرف. اینجا دیگه کجا؟ اینجا خب دیگه معلومه، دیگه حمومه. دیگه حمومه. بله پس دوشش کو؟ دوش؟ قربان دوش که مهم نیست قربان، اصل حمامه که سر جاشه. بله من دیروز دوشمون خراب شد، فرستادم شهر تعمیرش کنن. حالا موقتا یه دونه آب پاشون بالا نصب کردیم مناسبه. بله تا عمرات مسافرین بگذاریم برید زیر آب پاش دوش بگیریم قربان. بله هتل مدرن. بله هتل مدرن. خب حالا گیرم که دوشو قبول کرد، وان این حمام کجاست؟ شما به وان احتیاج دارید؟ بله این که ناراحتی نداره. الان میگم بچه ها یه دونه تش برای جناب علی بیارن. تش؟ آقا مگه میخوام رخ بشورم که تش بیارید؟ ولش کن، ما از خیر حموم مدرنتون گذشتیم، میشه حالا اتاقو ببینم؟ بله اتاق. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. از این طرف بفرمایید. اوه چی سرم خدا جون مردم. وای این دیگه چی بود خورد تو سرم؟ چیزی نبود قربان. شما چقدر هزار ماشاءالله نازک نارنجی هستید. چوبای سقف رو موریانه خورده پوسیده افتاد سر شما. ما همه جور وسایل درمان در هتل مدرنمون داریم، پنبه، چسب زخم، دواگلی، هر چیزی زخمی بشه ما دوا داریم. بله
ولی حضرت آقا جانم، این اتاق تمام شیشای پنجره شکسته. اختیاره آقا، مخصوصا شکستمش که مردم از هوای پاک بیرون استفاده کنن قربان. بله باور کنید که این هوا رو با کلی هزینه از خارج وارد کردیم اینجا برای شما. بودم دست شما درد نکنه. قابل نداره قربان. بله بله. چیه؟ این دیگه چیه؟ کدوم چیه؟ این؟ خب این اسمش تخت دیگه. ببینم شما تا حالا تو عمرتون تخت خواب ندیدین دیگه. این تخت خواب دیگه. این طوریشو نه والا. آخه مرد ناحسابی به چهار تا جعبه میله میگی تخت خواب؟ اختیار دارید قربان، اختیار دارید. خواب روی این تخت بسیار با آدم میچفه. بفرمایید خوابید روی این تخت. بابا ای والا واقعا که هتلت مدرن. متشکرم، میدونستم که مورد پسندتون قرار میگیره قربان. خب غذا چی دارید آقا؟ والا غذا بجز غذاهای ایرانی و فرنگی هر غذایی که بخواید ما داریم. مثلا چی دارید؟ مثلا املت مخصوص که از تخم مرغ‌های بسیار خوشتیپ تهیه شده قربان. آقا من تیپ مرغو میخوام چیکار؟ انگار ما رو مچل کردی. نه خیر آقا، اصلا اینجا به درد من نمیخوره. هر طور میل شماست. بفرمایید. این دیگه چیه؟ صورت حساب. صورت حساب چی؟ مال سرکاره. ولی من که اینجا و چیزی استفاده نکردم. یادارین قربان، کم لطفی میفهمید. یه پله شکستی، یکی از چوبای سقف رو انداخته دو کله خودتون و حق سرویس بنده که در خدمتتون بودم جمعا میشه قابل نداره 7000 تومان. نه بابا، نه بابا، الحق که اگه چیزی مدرن نبود صورت حسابت واقعا مدرن بود. قربان این چوبو چرا برداشتین؟ میخوام صورت حسابم رو بدم. بگی ببینم، بایچه ببینم، میخوام صورت حساب رو بدم. بایچه شنوندگان عزیز، میرسونیم که امروز جمعه 24 شهریور ماه سال 1374 بین ساعت 17 و 15 دقیقه تا 18 و 30 دقیقه مراسم توسعه فرودگاه های ارومیه، سیرجان، تهران، کیش، رفسنجان، شیراز، تبریز و ساری به طور مستقیم با حضور مقام محترم ریاست جمهوری از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. لذا هموطنان عزیز می توانند در ساعت یاد شده در جریان مشروع این مراسم قرار بگیرند. توجهتون رو به ادامه برنامه صبح جمعه با شما جلب می کنم. کی مرد که باداش عمل بی خبری دین خود را تو بدین دیفه دنیا مفروض تا برای تن خود آتش دوزخ نخری روز و شب عمر تو بر راه زنی می گذرد عمر من شد همه در راه سلامت سپری تو خندید محتکر بی انصاف من نیم دوست گر از روی حقیقت نگری
من پی قارت اموال بزرگان باشم، توی آن دوست که جز مال ضعیفان نبری. منم آن گرد که خواهم بره ای را ببرم، توی آن گرد که خواهی گله ای را بدری. من به یک خانه کنم دزدی و آزار به خلق، تو به ایران بکنی قارت و بیدادگری. برحذر باش به کید فلک شعبده باز، که ذکار من و کار تو کند پرده دری. حال انصاف ده ای راه زن راه خدا، من ز تو دوسترم یا تو ز من دوستری. شعری رو که در مقایسه بی‌انصافی دزد و محتکر بود، آقای عباس مجیدی از مشهد برامون فرستاده بودن که ازشون متشکرم. لطیفه های ریزه میزه خانم ویدا میرزا محمدی لطیفه‌شون اولین لطیفه‌ایه که میشنویم. مادر برای انجام کاری میخواست از خونش بره بیرون و داشت به بچه‌هاش سفارش میکرد.